اینجا در آمریکا دومین دور از رقابت‌های مقدماتی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری سه‌شنبه این هفته در نیوهمپشایر برگزار می‌شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، نیکی هیلی، سفیر سابق ایالات متحده در سازمان ملل و ران دی‌سانتیس، فرماندار فلوریدا در این رأی‌گیری حضور پیدا می‌کنند. رویترز با استناد به نتایج یک نظرسنجی جدید نوشته 47% از رأی‌دهندگان بالقوه در این ایالت به ترامپ رأی می‌دهند. در نخستین دور انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان که هفته پیش در آیووا برگزار شد، ترامپ اکثریت قاطع آرا رو به دست آورد. امید معماریان، روزنامه نگار از دیترویت با ما همراه میشه تا بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم. آقای معماریان، کار بسیار سختی دارن رقبای دونالد ترامپ، خانم هیلی و آقای دی‌سانتیس با کسی طرفن که طرفدارانش فارغ از هر چیزی او رو میخوان. کاملا همینطور هست. آقای ترامپ شانس اول پیروزی در این ایالت هستش، اگرچه خانم نیکی هیلی در طی روزهای گذشته فاصلهش رو با ایشون نزدیک کرده، ولی مسیر برای آقای ترامپ بسیار فراهم هستش، هموار هستش که بتونه که به هر حال نامزد حزب جمهوری خواه بشه. ولی اتفاقاتی که داره میفته اینجا در این ایالت به نظر من در نوع خودش جالب توجه است، چون در طی ماه‌های گذشته رقبای آقای ترامپ در این رقابت‌ها تلاش میکردن که از ایشون انتقاد مستقیم نکنن. مثلا خود خانم هیلی در تمام ماه‌های گذشته شعارش این بود که رهبر بعدی، رئیس جمهور بعدی باید کسی باشه که جوان‌تر باشه، پویاتر باشه و به مسائل روز دنیا آشنا باشه، و میگفتش که مثلا آقای ترامپ زمانی که رئیس جمهور بود خیلی خوب بودش، ولی دیگه زمان ایشون گذشته. ولی الان که نزدیک میشیم به انتخابات روز سه‌شنبه، میبینیم که خانم هیلی انتقادات بسیار صریحی رو از آقای ترامپ مطرح میکنه، اینکه ایشون از نظر ذهنی در شرایط مناسبی هستن که بتونن رئیس جمهور بشن رو در حال مطرح کرده، که خیلی آقای ترامپ به مسئله حساس هست به خاطر سنشون. اساسا گفته که کسانی که در این سن و سال هستن به هر حال در یک حالت رکود قرار دارن از نظر سلامتی، و نمیشه به افراد اعتماد کرد در این سن بخوان که به هر کشور اداره بکنن، که مسئله خیلی نظر من یک به قول معروف یک فیل بزرگ در اتاق هستش که همه میدونن که رئیس جمهور، یعنی دو تا کاندید ما بسیار پیر داریم، آقای بایدن 81 سالشه، آقای ترامپ هم 77 سالشه، که این مسئله هستی خانم هیلی بهش اشاره کرده، بارها گفته که آقای ترامپ دروغ گفته، آدم دروغگویی هستش، و انتقادات مختلفی رو از آقای ترامپ مطرح کرد. حالا چرا این مسئله اهمیت داره؟ اهمیتش این هستش که آقای ترامپ تلاش میکنه که در این چند تا ایالت اول به اندازه کافی نمایندای حزبی رو جمع بکنه که این انتخابات مقدماتی عمرش کوتاه باشه، یعنی لازم نباشه که مثلا دو ماه سه ماه طول بکشه که نامزد حزب مشخص بشه. ولی این انتقادات شدید که از خود آقای ترامپ میشه، از شخصیتش میشه، از کاراکترش میشه، و اینکه اگر خانم هیلی بتونه فاصله‌اش رو نزدیک بکنه، یا اینکه امیدوار باشه که بتونه در ایالت‌های دیگه پیروز بشه، باید قرار شد که انتخابات مقدماتی طولانی تر بشه. نه تنها طولانی تر بشه، بلکه زخم‌های زیادی در درون حزب جمهوری‌خواه ایجاد بشه بین طرفدارای دو تا گروه، که اینا همه میتونه که در انتخابات سراسری ماه نوامبر تاثیرگذار باشه و صدمه بزنه به آقای ترامپ. سپاسگزارم از شما امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت ما را همراهی کردند.